سلام خانواده آلفا امیگا، امیدوار هستم حالتون خوب باشه. کسانی که در یوتیوب با ما وصل شدن به شما هم اینطور خوش اومد میگم. قبل از اینکه بریم توی کلام خدا، میخوام دوباره با هم بیستیم و میخوام یک مزموری با هم بخونیم، چون امروز مخصوصا که روز عشاست و عشا فقط یک مراسمی نیست بلکه ملاقات، یعنی با خدا در این نون و در این شراب یا خون عیسی مسیح اونجا با هم یک شدنه. و چون عنوان خانواده جمع شدیم و مهمونایی هم که اینجا هستن یا تو خونه ها هستن، امروز هم میخوایم با این آیه که آیه کلیدی هست میتونیم نه فقط بخونیم بلکه واقعا چند تا آیه هایی که هستن که توی کتاب مقدس یا توی مزامیر نوشته شده که مربوط به نقشه و اراده خداست، که زمانی که خدا ما رو خلق کرده برای این خلق کرده، که بتونیم با هم بخونیم و بعد از این میریم توی کلام خدا. این در مزمور 133 است که با هم میتونیم بلند بخونیم و اعلام کنیم. یا این مربوط به تک تک ماست. آمین. اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم ساکن شوند، مثل روغن نیکو بر سر که بر باید. یعنی به ریشه هارون که به دامان رشته فرید، و مثل شبنم هرمون که بر کوههای صهیون فرود می آید، زیرا که در آنجا خداوند برکت خود را فرموده است، یعنی حیات را تا ابدالآباد. خداوند مرسی که خداوند تو در این آیه گفتی که زمانی که ما با یک دل جمع میشیم خداوند، تو اونجا برکت تو رو فرمودی. خداوند برکت های فیض توست، رحمت های توست، سلامتی تو، شادی توست. خداوند تو این برکت همینطور محبت توست. این فیضی هست که ما اصلا لیاقتش رو نداریم خداوند، فقط چون پدر آسمونی، ماهیتت محبته، ذاتت محبته. خداوند امروز هم میخوایم اینو دریافت کنیم، چون آرزوی توست خداوند که در کلام خوندین، آرزوی توست این اتحاد، این یک دلی رو تو در ما به وجود بیاری و ما میرم زندگی کنی. برای این امروز ما جمع شدیم خداوند، نه یکم برکت بگیریم خداوند. به این خاطر دعوت میکنم تو هم بیای امروز، مخصوصا در این عشا خداوند، همه چی رو به دستای تو بگیری. همینطور هم رومینا دعا کرد که تبدیل شده از اینجا برگردیم، آزاد شده از اینجا برگردیم، آزاد از فکرمون، از احساساتمون، از وابستگی هایی که ما داریم خداوند. اعتماد به تو داریم خداوند، تو این کار رو خواهی کرد، چون ما در نام تو دعا میکنیم. آمین و آمین. خواهش میکنم میتونیم بشینیم. آیا ما آگاه هستیم که یک بدن هستیم؟ زمانی که ما میگیم که کلیسا، معمولا کلیسایی میگیم که ساختمونه و اونجا مربوط به یک دلی نیست. فقط زمانی که در مورد مسیح صحبت میکنیم و ما جزء خانواده خدا هستیم، میخوام دوباره امروز هم یکم شاید میدونیم، فقط دوباره یادآوری کنیم. آیا واقعا آگاه هستیم که ما یک بدن هستیم؟ همه اعضای مسیح با هم نماینده عیسی مسیح در این دنیا هستیم و همینطور هم مسیح رو آشکار خواهیم کرد، یعنی باید بکنیم. بعضی وقت که واقعا فراموش میکنیم، اونقدر درگیر زندگی خودمون هستیم، فراموش میکنیم که ما یک بدن هستیم. و بعضی این اتفاقاتی که توی کلیسا هم میفته، اونقدر ما رو جدا از همدیگه میبینیم، اصلا فراموش میکنیم خدا برای چی ما رو نجات داده. همین هفته های گذشته بود در این آیه رو با هم خوندیم که دعای عیسی مسیح بود، و اگه
عیسی مسیح یک دعایی میکنه نه فقط نزد شاگردان بلکه پیش خداوند، پس باید اینو واقعا جدی بگیریم، چون این از آرزوی خداست. زمانی که خدا گفت آدم رو به صورت و موافق شبیه ما خلق کنیم، تو این آرزوی خودش بود که یک خانواده‌ای داشته باشه که در اتحاد، در یک دلی، در عشق، عیب مقدس یک روز زندگی کنیم و محبت خدا رو در این دنیا آشکار کنیم. دوباره میگم ما نماینده عیسی هستیم، بدن مسیح نماینده عیسی مسیح در این دنیا است. اینو با هم دوباره بخونیم در انجیل یوحنا باب 17 که خود عیسی مسیح که دعا میکنه میگه که جلالی که به من بخشیدی به ایشان بخشیدم تا یک گردند. در مورد این جلال آخر صحبت خواهیم کرد. جلالی را که به من بخشیدی به ایشان بخشیدم تا یک گردند، چنان که ما یک هستیم، من در آنها و تو در من، تا آنها نیز کاملا یک گردند، تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و ایشان را همون گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی. چه کلامای زیباست، یعنی حقیقته که نوشته، یعنی هدف خدا در این اتحاد، در این یک دلی ما بچشیم با اون محبتی که پدر عیسی رو دوست داشته، نه کم و زیاد، با همون اندازه ما بچشیم این محبتی، درک کنیم محبتی که پدر به ما میکنه، یا نه فقط میکنه بلکه ما دریافت کنیم این محبت رو. به وسیله این اتحاد یک دلی، چنان که ما یک هستیم، من در آنها یعنی شما و تو در من، روحی که ما دریافت کردیم روح عیساست که اونجا پدرم حضور داره، پدرم وجود داره. من یعنی عیسی در من و در عیسی پدر، چون عیسی مسیح میگه هر کسی منو میبینه پدر رو میبینه. ما همه چی رو داریم در خودمون. ما یک روی گرفتیم، در این دنیا وجود نداره. کلام خدا در اول قرنتیان به 12:13 میگه که زیرا که جمعی ما در یک روح تعمید یافتیم. همه ما عزیزان در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن رو تشکیل دهیم. خواه یهودی و بعد از این خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشانیدنی شده ایم. همه چی ربطی به یک روح داره. به این خاطر آگاه هستیم چه روحی ما دریافت کردیم، چه روحی در ما با روح ما یک شده. یعنی واقعا زمانی که اینو نگاه میکنیم میگیم که یعنی منحصر به فرد، ما همه الان فارسی زبان هستیم، افغان زبان هستیم، افرادی هستن که آلمانی هستن، ایرانی هستن، آلمانی هستن و کشورهای مختلف، یعنی از تمام قوم ها اینجا میگه که قبیله ها، یا مثال میگم از تمام فرهنگ ها، همه ما متفاوت هستیم و همینطور هم از جامعه های مختلف، رتبه و نام، همه ما جمع شدیم و خدا ما رو یک نگاه میکنه. چیزی هست که در این دنیا وجود نداره و وجود نخواهد داشت. این دنیا سعی میکنه اتحاد رو، یک دلی رو نگه داره، یعنی یک دلی رو به وجود بیاره. ما احتیاج نیستیم یک دلی رو به وجود بیاریم. یک دلی یا اتحاد از دید خدا به ما داده شده به وسیله روح. حتی یک کشور نمیتونه در اتحاد زندگی کنه، یک شهر نمی کنه، حتی یک خانواده نمی تونه. چرا؟
چون روح‌های ایشان فرق می‌کنه از هم دیگه، یک روح نیستن. همه ما زمانی که به دنیا آمدیم گناهکار به دنیا آمدیم، همه ما بگم خودمحور، پر از غرور، خدای خودمون هستیم، بدون رحمت، بدون بخشش. و چیزایی بود که ما هم یه زمانی که ما اینطوری زندگی میکردیم، در قرنتیان، در اول قرنتیان باب 6 آیه 11 که در مورد صحبت میکنه که یعنی از شما در گذشته چنین بوده اید، اما یعنی چنین بوده اید، مغرور، کور و بدون برای رحمت بودیم، حق، چی میگن حق، بدون یعنی دنبال حق خودمون بودیم، با همدیگه دعوا میکردیم، رد میکردیم افراد رو، طرد میکردیم افراد، کسانی که دوست داشتیم برداشتیم، کسانی که دوست نداشتیم اصلا انسان حساب نمی کردیم. ما یه زمانی اینطوری بودیم، درسته یا نه؟ یه زمانی این روح گناهکاری در ما بود، اینطوری بگم. هیچ اتحادی نمیتونستیم به وجود بیاریم. و میگه که کلام خدا میگه که در اول قرنتیان 6:11 میگه یعنی از شما در گذشته چنین بوده اید، اما در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدا ما شسته شدیم، تقدیس گشتیم و پارسا شدیم به وسیله نام عیسی مسیح. یه زمان ما اینطوری بودیم، ما نمیتونستیم کنار بیاییم با هم دیگه، اما به وسیله عیسی مسیح، به وسیله روح خدا که در ما قرار گرفته، مقدس شدیم، شسته شدیم، عادل شمرده شدیم، یک کسی دیگه شدیم. و یک روحی که در ما هست، یا این روحی هست که الان در این دنیا نیست. دنیا نمیتونه اتحاد رو نگه داره، یعنی در اتحاد زندگی کنه. روح ضد مسیح، شیطان که خواهد آمد، میخواد یک دنیای درست کنه که همه چیزی رو تسلط خودش داشته باشه. فقط تسلط داره، اینجا یک دلی وجود نداره، همه چیزی رو کنترل و به وسیله ترس کنترل میکنه. در مسیح 100% عوضه، به وسیله محبت که خداوند به وسیله روح القدس آمده و ما رو در محبت یک میکنه، یک بدن میسازه که سر عیسی مسیحه. حتی در مذهبای دیگه هم اتحاد وجود نداره. هیچ دینی یا مذهبی نمیتواند در وحدت زندگی کند، زیرا آنها یک روح نیستند. میتونن یک ایمان داشته باشن، فقط روحشون فرق میکنه. متوجه هستین؟ تنها در مسیحیتی که خدا روح خود قدوس خودش، روح القدس رو به ما بخشیده، که در من همون روح القدس، همین در نسرین، همین در حمید، همین در بهار، همه ما همون روح رو دریافت کردیم. این هست که ما رو یک میکنه. آمین. من احتیاج نیست الان با زور اتحاد رو شروع کنم به وجود بیارم. عزیزان، تو احتیاج نیست به وجود بیاری، این به ما به وسیله روح خدا داده شده. به این خاطر زمانی که در مورد کلیسا صحبت میکنیم، خدا سمبولی کلیسا رو عنوان بدن خودش رو چیز کرده، تجهیز کرده که واقعا با فکر خدا آشنا بشیم. زمانی که عیسی مسیح میگه که کلیسا بدن مسیحه، اون موقع خیلی خوب میتونیم متوجه بشیم. پس بدن اعضای اعضایی داره با هم چسبیدن، دست، پای، سر، یه بدن است. یک شخص به وسیله همون سر و بدن و دستا، تمام چیزهایی که در ما هست زندگی میکنیم. به این خاطر زمانی که عیسی مسیح، که کلیسا بدن مسیحه، که میتونیم الان درست متوجه بشیم آها این بدن چطور میتونه پس زنده بمونه و زندگی کنه. زمانی که همه
اعضا با همدیگه چسبیدن، همه قسمت‌های خودش رو به کوته گرفتن، با هم چسبیدن و این بدن شروع می‌کنه به حرکت کردن. زمانی که عیسی مسیح معجزه می‌کرد، فعل حقیقی چه کاری می‌کرد؟ این بی‌نظمی بدن، این بی‌نظمی که در این بدن اتفاق افتاده به نظم میاره. متوجه هستین؟ چون چطور میتونه یه فلج شروع کنه رفتن؟ تو این بیماری فلج تمام استخونها یا مثلا اعصاب یا عضلات، همه چی از نظم افتادن. و زمانی که خدا میاد اونجا دستگذاری میکنه و میگه که ایمان تو رو شفا داد و برخیز و برو، در همون لحظه تمام این استخونها، تمام این عضله ها، تمام این رگها، تمام این اعصاب، همه چی نظم پیدا میکنه، جای خودش میاد و به این خاطر میسته و شروع میکنه حرکت کردن. همین کاری هست که خدا الان میگه که کلیسای من که بدن منه باید بیسته و حرکت کنه و این امکانم به ایشان دادم که بتونن اتحاد رو نگه دارن. خیلی عالی همون پولس در مورد اول قرنتیان باب 12 که در مورد اتحاد، در مورد 12 در مورد اتحاد و همینطورم عطاها و همینطورم 14 در موردش صحبت میکنه، وسطش هم محبت خودش رو اونجا گذاشته، محبت خدا رو گذاشته. فقط یه قسمتی الان نسیم میتونی اینو بخونی، اینجا در مورد بدن صحبت میکنه، فقط یه قسمتش رو فقط پیشنهاد کنم برین اونجا اول قرنتیان باب 12 رو که میخونی، اینجا از بدن خودش تعریف میکنه، یعنی از بدن مسیح تعریف کنه، چطور همه با هم این نظم رو نگه میدارن، باید نگه دارن که مسیح اونجا دیده بشه. میتونین بلندگو رو روشن کنین؟ خواهش میکنم. بلکه خدا بدن رو مرتب ساخت، به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد، تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند، و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن هم درد باشند، و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند. اما شما بدن مسیح هستید و فرد اعضای آن می باشید، و فردن اعضای آن می باشید. این خداست که این بدن رو می سازه، خداست که عیسی مسیح که ما رو انتخاب کرده، درسته؟ اوست که ورداشته و تو قسمت بدن خودش اونجا گذاشته. و مخصوصا هم چه لب جالبه که اینجا میگه که حتی چیزی که ضعیفه، چیزی که اصلا اینجا میگه که شایسته نیست، حرمت نداره، چی کرده؟ ناقص هست، اونجا بیشتر حرمت داده. در مسیحیت کم و بزرگ نیست، وجود نداره، در این دنیا هست. یک سیاستمدار یا یک دانشمند هیچ موقع نمیره، مثال میگم، با یه کسی که الان مثلا تو خیابون اونجا زندگی میکنه اتحاد رو پیدا کنه. یک مرد معروف هیچ موقع با یه کسی که اصلا هیچ اسمی نداره و اصلا توی دنیا از این دنیا ترد شده است، هیچ موقع یک دل نمیتونن بشن. هیچ موقع. فقط کلیسا یه جایی هست، اینجا میتونن دانشمندا بشینن، اینجا میتونن همینطور سیاستمدار بشینن، اینجا میتونن وکیلا بشینن، همزمان هم میتونن آدمای مثال که کارگر معمولی هستن، کسانی که بیکار هستن و میتونن با هم دیگه نگاه کنن و بگن که ما یک هستیم در مسیح. هیچ تفاوتی وجود نداره. اینجا میگه که خدا حتی کسی که چی ناقص بیشتر حرمت میده. این عیسی ماست، چون اونقدر ما رو دوست داره، اونقدر دوست داره که تک تک ما به هم دیگه این حرمت رو بدیم. نگاه نکنیم کی هستی، نگاه کنیم که به او که تو رو انتخاب کرده و اونجا گذاشته تو بدن. متوجه هستیم؟ این روحیه که ما رو یک میکنه. این دنیا اصلا به من نگاه نمی کنه من کی هستم. و
پدر مسیحیت میگه که ببین شما یک هستین. با این طوری هم باید همدیگر رو نگاه کنین. مقام دارین، مقام ندارین. آدمای معمولی هستین، پیر هستین، جوان هستین، غلام هستین. میگه یهودی هستین. یک قوم ایرانی نمیتونن با همدیگه زندگی کنن. از همدیگه میترسن. از این غیبت هاست یا از این دورویی، خیلی چیزایی هستن. وقت نه فقط ایرانی، همه کشور رو برمی‌داره. یک کشور نمیتونه که یک فرهنگ رو داره با هم یک باشن. الان ببینید چه جلالی بزرگی خدا تمام دنیا رو جمع میکنه، تمام ملت ها رو جمع میکنه، تمام فرهنگ ها رو جمع میکنه، تمام زبان ها رو جمع میکنه و اونجا یک دلی رو جلال خودش رو نشون میده که من میتونم با روح خودم اتحاد رو به وجود بیارم از تمام قوم ها، قبیله ها، و اینطوری جلال خدا دیده میشه در این دنیا. در کمال فروتنی و ملایمت و با بردباری و محبت یک دیگر را تحمل کنین. در افسیان باب 4 آیه 2 تا 3 و به سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی را در که در روح هست به مدد رشته صلح حفظ کنید. یا ترجمه دیگه، یگانگی روح را در رشته سلامتی نگه دارین. نگفته که به وجود بیارین. اینجا در مورد میگه حفظ کنین. مثل که من این چیز رو گرفتم، این ماموریت رو گرفتم، الان این فهمیدم، الان من سعی باید بکنم این اعتقاد رو سفت کنم. یعنی یک چیزی نیست که یک چیزی اکتیو میشه، فعاله. اینجا نمیتونم بشینم بگم یا من اتحاد رو حفظ میکنم و نگه میدارم. فقط نگه داشتن یعنی باید اینجا قدمهایی ورداری. ما انسان هستیم، اشتباهات زیادی میکنیم، خرابکاری زیادی میکنم. از من شروع میکنم که شبان هستم، از نسین، از رهبرا، از خادمین، خیلی اشتباهاتی میکنیم. فقط اینجا همزمان روی خودمون که باید کار کنیم، همزمانم باید حفظ کنیم. من چطور میتونم خانواده آلفا اومگا رو حفظ کنم که این اتحاد نگه داشته بشه؟ چه قدمایی من باید بردارم؟ چقدر باید روی خودم کار کنم؟ چه رابطه هایی که من در کلیسا دارم درست نیست، من باید درستش کنم؟ این مسئولیت ما به دست گرفتیم. من نمیتونم فقط الان، من شبان کلیسا هستم، فقط یک کسی نمیتونه، الان شما یک عضو از بدن مسیح هستین و مهم هستین، نمیتونه بگی که الان پاستور اونجاست، رهبرا هستن، اونا باید دنبالش برن که حفظ کنن، منم اینجا نشستم هیچ کاری نمیکنم. نه، تمام اعضا باید جایگاه خودشون داشته باشن و اینجا حفظش کنن و همینطورم نگهداری کنن، نگه دارن. من باید بدونم که آیا واقعا میام کلیسا، میتونم روی تمام تک تک چشمای شما نگاه کنم، یا بعضی چشمایی هستن که سعی میکنم فرار کنم. از این چیز مشخص میشه. آیا تا به حال به عیسی صدمه زدید یا آسیب رساندید؟ آیا شده؟ ما خیلی زیادم در مورد اتحادم شایدم صحبت میکنیم، در مورد محبت صحبت میکنیم، در مورد خدمت صحبت میکنیم و همینطور هم سرمایه گذاری زیادی میکنه برای خدا. خیلی کار میکنیم، خدمت میکنیم، همینطور هم دهیه کم میدیم، با پول همونطور حمایت میکنیم، و همزمانم میتونیم به بدن مسیح آسیب بزنیم. میدونستین؟ اگه زندگی پولس رو نگاه میکنیم، پولس واقعا مرد خدا بود، نه؟ چه غیرتی داشت،
یک یهودی برای خدا می جنگید، دنبال این بود که واقعا این پادشاهی خدا رو بیاره، اقتدارم داشت. اون زمان که هنوز مسیحی نشده بود و شروع کرد به جفا دادن مسیحی ها و فکر کرد که واقعا کار خدا رو انجام میده. و بعد از این میبینیم که در اعمال رسولان اینو نسیم خواهش میکنم بخونه، باب 26 آیه 14. الان خودش هم الان در حال خدمته و همینطور هم میخواد بره داماسکوس، کارهای بزرگی برای خدا انجام بده. در راه در وقت ظهر نوری را از آسمان دیدم درخشنده تر از خورشید که در دور من و رفقایم تابید، و من صدایی شنیدم که به زبان عبرانیان به من میگفت: شاول شاول چرا مرا آزار میرسانی؟ تو را بر میخال لگد زدن دشوار است. پرسیدم: خداوندا تو کیستی؟ خداوند گفت: من همان عیسی هستم که تو به دو آزار میرسانی. پس حالا میتونی تصور کنین پولس که اسمش قبل از این سولوس بود که روی اسب نشسته بود، اسب نشانه قدرت، هم میخواد بره چیز داماسکوس و همینطور مسیحایی که اونجا بودن برحال درگیر کنه، توی زندان بندازه و فکر میکرد برای به خدا خدمت میکنه. و بعد از این نور عظیمی که میگی که یک نوری عظیمی آمد که حتی از خورشید درخشنده تر بود، آمد همینطور رو زد، از این اسب انداخت پایین. بعد از این صدا آمد گفته که شاول شاول چرا مرا آزار میرسانی؟ تو را به میخال لگن زدن دشوار است. و بعد از این پرسید، چون واقعا گیج شده بود، افتاده بود، میگه چیه، چه صدایی هست و خداوند تو کی هستی؟ و اینجا عیسی میگه که من همان عیسی هستم که تو به او آزار میرسانی. آیا پولس با عیسی کار داشت؟ اصلا عیسی مسیح را اصلا ندیده بود، الان چطور میتونه به عیسی مسیح الان جفا یا آزار برسونه؟ یعنی بذار اینجا پولس یا عیسی مسیح میخواد بگه که به هر ایمانداری که تو جفا میرسونی، آزار میرسونی، به من میرسونی. بدن منه که همه جا پخش شده، داماسکوس، اورشلیم، که شهرهای دیگه هستن، به هر ایمانداری که من او رو انتخاب کردم آسیب میزنی، به بدن من آسیب میرسونی. یادتون هست در متی باب 25 هم اونجا زمانی که در مورد این چی صحبت میکنه که در زمان آخر خدا بزها را از گوسفندها جدا میکنه و میگه که من توی زندان بودم، بعد من عریان بودم، من گرسنه بودم، تو آمدی به دیدن من. یادتون هست؟ و اونجا که افرادی میگه که من اصلا نمیدونم، تو را اصلا ندیدیم، اصلا نمیدونیم در مورد چو. بعد از این میگه که اما آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردی، در واقع برای من کردی. میدونین عزیزان، با باید واقعا در یک زمانی هم زندگی میکنیم، خیلی واقعا با دقت نگاه کنیم اون روحی که در این برادر، در این خواهر هست، چه روحی است؟ چطور با اون روحی که درونش هست من روبرو میشم؟ ما معمولا این ظاهری رو نگاه میکنیم، اما که بی جن رو نگاه میکنم یا رومینا رو نگاه میکنم، من باید اون مسیحی که درونش هستم ببینم. این روحی که در منه، این روح مسیح، نه روح آلبرت، روح مسیح که در
با آلبرت با روح یک شده، آرزو داره. آرزو این روح مسیحه، با اون روح مسیح که در بیجان ارتباط برقرار کنه، یک بشه. متوجه هستین؟ فقط زمانی که فقط بیجان رو از ظاهری نگاه میکنم، مشکلات رو میبینم، رومینا رو میبینم، اتوماتیک چه کاری میکنم؟ روح منه که اون موقع یا نفس منه رد میکنه و اینطوری به بدن مسیح آسیب میرسونیم. به هر برادر خواهری که تو تردش میکنی، فلحقی به عیسی مسیح صدمه میزنی، به بدن مسیح، اون خدایی که این برادر و خواهر رو انتخاب کرده با تمام اشتباهاتش. زمانی که ما روی حق خودمون میستیم، سنگ دل هستیم، نمیخواییم قدم برداریم برای صلح، اون موقع هست که عیسی مسیح که به من آزار میرسونه. مثل که واقعا زمانی که موعظه رو آماده کرده بودم، هفته گذشته بود که رفته بودم برای دعا 4 روز، واقعا دیدم که چقدر سیخونک هایی هست که ما بودیم بدن مسیح اونجا وارد میکنیم با حق خودمونه. من درست میدونم، من همه چی رو میدونم، و یهو متوجه شدم چقدر، یعنی واقعا زمانی که یه بدن رو که تصور میکنی، چقدر این بدن رو از همه تعریف، همینطور فقط در حال زدن هستیم. زمانی که تلخی در ما به وجود میاد، تقریبا تلخی یا بدبینی که در ما به وجود میاد نسبت به برادر یا خواهر، تلخی واقعا میتونم بگم که مثل یک ویروس کروناست. معمولا چی میکنه زمانی که کرونا گرفته؟ توی قرنطینه میذارن که سالم بشه. بعضی وقت عزیزان ما باید خودمون رو به قرنطینه بذاریم، این تلخی هایی که در ماست نسبت به برادر خواهرها، خدا بیاد شفا بده. فقط این افرادی که تلخی دارن صبر میکنن که خدا بیاد اون برادر و خواهر رو داوری کنه، از بین ببره، داوری کنه، توبه کنه، بازگشت کنه، همه کارا انجام. بعد از من میتونه وای جانم الان راحت شد، فقط این ویروس مونده و این ویروس رو میکشه. همینطور خدا همه چی رو با نظم در کلیسا اونجا گذاشته، یک سری هست، یه دست، یه چشما هستن، همه چی یک نظمی داره. کلیسا یه جایی هست، مخصوصا در اول قرنتیان 12 و همینطور هم 14 در مورد نظم صحبت میکنه، میگه این در شایستگی نظم رو نگه دارین. شبانان هستن، رهبرا هستن، احترام نذاری، برایشان دعا نکنی، شبانان کامل نیستیم ما. فقط اگه احترام نمیذاری و علیش میشروع میکنی به جنگیدن، مطمئن باش عزیزان، روبروی خدا، روبروی عیسی مسیح میشی. همینطور که به پولس گفت، تو رو بر میخا لگن زدن دشوار است، سخته. اینو نمیگم چون من شبان هستم عزیزان. اگر رهبر خودت هم میتونی باشه، رهبر جلسه خانگی باشه، رهبر یک گروهی باشه، احترام گذاشتن، دعا کردن، فروتن شدن، اتحاد رو نگه میداری. این وظیفه ماست. و هرچقدر در این حال، در این با این روش جلو میری، مس خدا میاد روی تو. شورش میکنی، مسرقت میکنی. و زمانی که شروع میکنی به جنگیدن، علیه شیطان نمیجنگی ها، علیه خود عیسی مسیح شروع میکنی به جنگیدن. اونجا دیگه اون خدای قدوسه. زمانی که آدم و حوا گناه کردن، یک فرشته آمد با این شمشیری که پر از آتش بود
جلوش ایستاد که وارد باغ عدن نشن. خدا اینطوری محافظت میکنه بدنشو، مخصوصا در این زمانهای آخر. اگه میخوای عروس باشی، اگه میخوای یک روز روبوده بشی و این روح اتحاد در تو نگه نداری، قدم ها رو ور نداری، محافظت نکنی، مطمئن باش جز عروس خدا نخواهی شد. چون عروس خدا روح مسیح رو و حرکت مسیح رو انجام میده. روح مسیح رویی هست که اتحاد رو با پدر و با فرزندانش جستجو میکنه. فکر نکنیم که زیاد خدمت میکنیم، خیلی کارهای انجام میدیم، الان خدا میاد به ما جایزه میده. یه نکته ای از عروس اینه که داماد میگه که چقدر زندگیت رو گذشتی که این اتحاد رو که در مسیح هست نگه داری، قدم ها رو برداشتی برای اتحاد. خیلی از ما چیزایی این موعظه برای همه ماست. فکر نکنی که من اینجا ایستادم و میگه من دائما باید مواظب باشم، مخصوصا عنوان شبان باید مواظب باشم، هیچ چیزی تلخی در من به وجود نیاد. و بعضی وقت واقعا میبینم که در چه جاهایی قرار میگیرم، چقدر باید خودم رو در حضور خداوند پاک نگه دارم. به جای اینکه به مشکلات، به افراد رو نگاه کنیم چه خرابکاری میکنن، چقدر اشتباه میکنن، چقدر مثلا رفتار، به جای این باید یاد بگیریم عزیزان وقتشو بیشتر در حضور خدا داشته باشیم که خودمون رو پاک نگه داریم و الان هر چیزی که الان هست با دعاها و شفاعت اونجا بتونیم بیستیم. دنبال حق خودت نرو، از عیسی یاد بگیر. هر چقدر خدا بود خودش رو ریخت، رفت روی صلیب و گفت پدر ببخش نمیدونن چی میکنن. من سعی میکنم زمانی که این اتفاقاتی هم میفته فقط میرم پیش عیسی مسیح و اونجا احتیاج به تسلی دارم، اونجا احتیاج به قدرت دارم، میگم خدا منو پر کن از فیضت، منو پر کن که بتونم الان قدم ها رو بردارم، به من حکمت ببخش، به من خدا من این فروتنی که در توست میخوام قدم رو بردارم. و میدونم در این ملاقات با خدا بعضی وقت جنگ هایی هست، فقط میدم که روحی در من هست، روح مسیح در من هست. این روح مسیح دنبال چیه؟ دنبال اتحاده، دنبال آشتیه. منظوری نیست که با گناه سازش کنیم، منظوری نیست، ما باید تشخیص بدیم. این چیزی که نوشتم اینجا، پس از آن وقتی متوجه شدیم که عیسی مسیح است که در تمام مدت آزار می رسونیم و آسیب می زدیم، این مخربترین کشفی است که می توانیم داشته باشیم. یعنی زمانی که اینطوری رفتار کردی و بعد از یه مدت فکر میکردی الان چقدر مؤمن هستین و بعد از این نگاه میکنی بگی با تمام این چیزایی که کردی، نه به شخص بلکه به بدن مسیح اونجا آسیب زدی، واقعا میتونم بگم شرمنده ترین چیزی هست. میگم مهر خداوند، چه کاری کردم من، چه فکری از خودم داشتم، چقدر کور و کر بودم، فکر کردم به تو خدمت میکنم. ما فکر میکنیم بعضی وقت خیلی چیزایی میدونیم.
روی عیسی روی است که در پی اتحاد کامل با پدر است. روی عیسی روی است که اتحاد رو جستجو می کند. چه روحی در ما هست عزیزان؟ اگه واقعا می خوای نام پدر آسمانی ما در این زمان همینطور سرودم خوندیم جلال پیدا کنه، بیایم از عیسی مسیح یاد بگیریم با چه اتحادی با پدرش بود. و زمانی هم که عزیزان گوش نکنیم، زمانی که کله شقی بکنیم، زمانی که رو حق خودمون بایستیم، زمانی که ترد کنیم، زمانی که حتی از خدا فرار کنیم، خدا صبر میکنه. فقط زمانهایی است که خدا خیلی قوی صحبت میکنه، خیلی میتونه قوی صحبت کنه. نه فقط صحبت کردن، از گوش، از اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته. همون مثال پولس یا همین، میتونه خدا بیاد بگه که ببین تو الان ضد این برادر این خواهر نمی جنگی، ضد یک میخی می جنگی و موفق نخواهی شد. تو رو بر میخا لگد زدن دشوار است. امیدوار هستم این موعظه یه ترس خدا روی ما قرار بگیره. زمانی که ضد برادر خواهرایشون رو ترد میکنیم و همینطور هم بدگویی میکنیم، همینطور هم بد رفتار میکنیم و همینطور هم قدم سلور نمیداریم و تو قلبمون تلخی به وجود میاد، شورش میکنیم، تقریبا نگاه کن مثل این که میدویی سمت میخا، موفق نخواهیم شد. منم نه، هیچ کسی. علیه خدا ایستادن، علیه عیسی مسیح، برای بدنش که ایستاده، برای بدنش می جنگه عیسی مسیح و می خواد بدن خودش رو پاک بی عیب نگه داره و اتحاد. این دعا رو کرد سمت خدا، سمت پدرش، پدر جان دعا می کنم و انجام خواهد شد. سوال من اینه که تو این بدن هستی، آیا واقعا جزء این شخصی هستی که واقعا بدن مسیح رو، جلال خدا رو نشون میدی یا نه؟ فقط و فقط به وسیله اتحاد نگه داشتم و این دیگه باید خودتو فراموش کنی، حقای خودتو فراموش کنی، کل شقی خودتو فراموش کنی. شاگردای عیسی مسیح زمانی که با عیسی مسیح راه میرفتن و همینطور وارد سامریه میخواستن بشن و سامریه عیسی رو تردش کردن، گفتن نه نمیخوایم تو رو. شاگردان چی گفتن؟ ای عیسی مسیح میخوای ما دعا کنیم مثل ایلیا آتش رو روی این شهر سامریه بریزیم؟ ما بعضی وقت اینطوری هستیم، پر از غیرت، فقط نادان. فقط عیسی مسیح چی میگه؟ میگه که نمیدانید که شما از کدوم نوع روح هستید؟ چه حرفی میزنین؟ آتش بیاریم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، روح شما چیه؟ منو ترد کردن، اب نداره، من ادامه میدم راه رو. چه روحی در شما هست؟ خداوند میگه که چه نوع روح هست در ما. من مطمئن هستم روح مسیح در ماست. اگه عیسی مسیح رو ایمان داری و همینطور او رو عنوان خداوند قبول کردی، توبه کردی، بازگشت، این روح مسیح در توست و این روح مسیح دنبال همون اتحاده. به این خاطر تو رو آماده میکنه، فضاهایی آماده میکنه، تو رو تمام دیوهارهایی که جلوی در توی قلب توست، همه چی رو ور میدار، همه کارا رو انجام میده که ما رو بچسبونه با محبت، که این بدن مسیح رو تشکیل کنیم، جلال عیسی مسیح رو نشون بدیم. قسمت آخر میخوام دوباره برگردم به باب 17 که عیسی مسیح اینجا این دعا رو کرد و اینجا گفته که
الان این قسمت رو میخوام نشون بدم عزیزان. میگه که جلالی را که به من بخشیدی بدیشان بخشیدم تا لذت ببرن، برن زندگی خودشون انجام بدن. این جلال رو که به من دادی، این جلال رو بخشیدم به ایشان که ایشان چی گردن؟ یک دل گردند. از ما چیه؟ چیزی دریافت کردیم، یک جلالی دریافت کردیم ما. تو این جلال محبت خداست، تو این جلال زیبایی خداست، تو این جلال قدوسیت خداست، شفافیت خداست، این تو این جلال تعریف خداست که خدا میگه عاشق تو هستم. تو این جلال همینطور است که تو پذیرفته شدی، من تو رو عالی خلق کردم، تو مورد محبت من هستی. زمانی که یک کسی میاد تو رو تعریف میکنه چقدر چیز میشی، بنا میشی، نه؟ درسته یا نه؟ چقدر بنا میشی؟ هفته گذشته همینطور بیروز استعدادش این هر جایی که از همه رو چیز میکنه، تعریف می تعریف چی؟ تشویه. زمانی که الان چند، نه فقط یک نفر دو نفر، مثلا تقریبا از مثال میگم، الان تمام کلیسا مثلا به شبنم میاد، آه شبنم فقط تعریف میکنه، شبنم پوزیت میره بالا، مثل یه لوف بالا میره بالا، چقدر عالیه. افراد تعریف کردن از من و در صداقتم هست، چقدر عالیه، نه؟ هویت پیدا، هویت یا نه چیز پیدا میکنیم، چی میگن؟ شجاعت پیدا میکنیم یا خوشحال میشیم، شاد میشیم، نه؟ الان نگاه کنید تو این جلال تعریف های عیسی مسیحه که میگه احتیاج چیزی نداری، منو داری، من تو رو انتخاب کردم، محبوب من هستی، همه چی رو برای تو آماده کردم، زیبای من هستی. به این خاطر بین ما حسادت ها وجود نیاد. به این خاطر این قسمتی که ما خوندیم چی بود؟ اول قرنتیان بیه که کسانی که ناقصن بیشتر حرمت بخشیده، که هیچ کسی فکر نکنه من کمی دارم. عیسی همه چیز جلال رو به من داده، به تو داده، و از این جلال میتونم وردارم، استفاده کنم، خودم رو بازسازی کنم، روی خودم کار کنم، فکرهای منفی، بدبینی و هر چیزایی هست که جدایی رو، اتحاد رو جدا میکنه، روی خودم کار کنم. و بعد از این وارد یک بودی میشی که میبینی چقدر زیباست زمانی که میگه که چه خوش و دلپسند است که برادرها با یک دل جمع میشن در صداقت، در راستی، همه متفاوت، فقط همه در یک دل، همه شاید از فرقه های مختلف، از زبان های مختلف، هم فقط با محبت، نه اینطوری محبت دنیایی عاشقانه، قربون نمیدونم چشمت، قربون چیزت برن، نه، یک محبت جدیدی هست، یک محبتی هست که توش عیساست. این جلال خداوند به ما عزیزان بخشیده، این خبر خوشه. من میخوام با این موعظه که واقعا تو تمام هفته فقط میچرخید که مثل که عیسی مسیح، اینو میخوام الان در این زمان هستیم، بگذاریم این تمام شمشیرهایی که ورداشتیم و شروع میکنیم با هم دیگه جنگیدن، ترد کردن، توبه کنیم، بازگشت کنیم، زندگی خودمون با برادر خواهرها درستش کنیم. من فروتنان رو فیض میبخشم، متکبران رو مقاومت میکنم. علی خدا، علی عیسی مسیح نمیتونی به جنگ، عزیزان خواهی باخت. فقط خبر خوش اینه، عیسی مسیح میگه که من جلال رو به من دادی بهشان دادم تا یک گردن، چنان که ما یک هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها نیز کاملا
یک بار کردن تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان رو همین گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی. آمین. امروز هم که صبح دعا می‌کردم اینطوری تو خدا تو قلب من گذاشت قبل از اینکه بیایم تو عشا 5 دقیقه در سکوت اونجا باشیم. افرادی هم که تو خونه هستن که واقعا نه موزیک هم باشه فقط 5 دقیقه اجازه بدیم و من اینطوری احساس میکنم روح القدس میخواد الان به تک تک شما ملاقات کنه چیزایی نشون بده. بعد از 5 دقیقه خودمون رو آماده میکنیم برای عشا. اگه دوست دارین میتونین زانو بزنین، اگه هم دوست دارین میتونین بیاین اینجا جلو راحت باشین یا هم میتونین همینطور بشینین. فقط بگین که روح القدس عیسی مسیح تو به من روح خودت رو بخشیده، من روحی که در به من بخشیدی خدا من دنبال اتحاده و بیا الان به من نشون بده چه قسمت کجا هستن، مشکل من چیه. شاید خدمتی زیادی داشتی، شاید خدمتی نداری، مهم نیست، در مورد خدمت ها صحبت نمی کنم. مقامی داری، مقامی نداری، نه، روحت که مسیح در توست دنبال این اتحاده. و خدا من دعا میکنم الان تو قلب من گذاشتیم 5 دقیقه سکوت کنیم. روح القدس اعتماد به تو دارم که تو با قلبای ما صحبت میکنی و چیزایی که مهم هست نشون میدی. فکرهایی هست، احساساتی هست، تلخی هست، شورشایی هست، شاید زخمی هست، زخمهایی هست، شاید صدمه خوردیم. فقط احتیاج داریم نه به انسان نگاه کنیم بلکه به تو. تو بیا الان ما رو هدایت کن و نشون بده.